مهمان من در یمن متولد شده، در هندوستان بزرگ شده، در انگلستان درس خونده و حالا سالهاست که در لندن کار میکند. هیچ وقت در ایران زندگی نکرده و فارسی هم نمیداند، ولی میگوید ایرانی است. دین خود را یک دین اصیل ایرانی میشمارد و معتقد است سنت‌ها و جشن‌های امروز او و همکیشانش آیین‌های اصیل و باستانی ایرانی است که اجدادش بیش از 1000 سال پیش با خود به هندوستان بردند. او که در این روزها جشن سال نو و نوروز شاهنشاهی را در جامعه خود جشن می‌گیرد، معتقد است دین او و همکیشان او چندین صده است در کشوری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند که پیامبرش در آنجا متولد شده. چرا این را می‌گوید و چرا اجدادش ایران را ترک کردند و در ایران چه باقی گذاشتند و این پیروان کم شمار پراکنده در گرد جهان امروز چقدر ایرانی باقی ماندند و چرا نوروز و سال نو خود را در آخر مرداد جشن می‌گیرند؟ مالکوم مینو دبو، رئیس صندوق هموزوری زرتشتیان اروپا، به برنامه بپرا دیگر خوش آمدید. اجازه بدین اول سال نو رو به شما تبریک بگم. تبریک میگم از این جهت که در چند روز آینده نوروز زرتشتی یا به قول شما نوروز شاهنشاهی رو جشن میگیرید. درسته، بله. چرا شما نوروز رو در تابستون جشن میگیرید؟ دلیلش بسیار ساده است. نوروز شاهنشاهی در حقیقت جشن نوروزیه که در زمان امپراتوری ساسانی برگزار می شده. مبنای نوروز شاهنشاهی تقویم شاهنشاهیه که فقط 365 روز داره و شامل اون 1/4 روز نمیشه. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که هر 4 سال یک بار نوروز 1 روز به عقب میره. در دوران باستان کاری که ما میکردیم این بوده که برای کبیسه سازی هر 120 سال یک ماه کامل که 30 روز داره رو به انتهای سال اضافه می کردیم تا نوروز در ابتدای بهار باقی بمونه. اما بعد از حمله اعراب به ایران، برخی از زرتشتیان ایران به هند رفتند و کسانی که امروز به پارسیان معروفند رو تشکیل دادند. اونها کبیسه سازی رو فراموش کردند و اینطور شد که شروع سال نو شاهنشاهی هر چند سال یک بار به عقب برمی گرده. اگرچه ما جشن نوروز جمشیدی هم داریم که منطبق بر اعتدال بهاری و شروع فصل بهاره. بنابراین ما بیش از یک نوروز رو جشن میگیریم. بسیار خوب، ولی آیا زرتشتیان ایران هم نوروز رو در تابستون جشن میگیرن؟ نه چندان. فقط عده ای از افراد مسن هستند که این جشن رو برگزار میکنند که تعدادشون هم داره کم میشه. اما ما میدونیم که در اواسط قرن 20 و حتی کمی بعدتر جمعیتی به خصوص در یزد وجود داشته که جشنی داشتند به اسم نوروز قدیمی یا نوروز باستانی. اما بیشتر جامعه زرتشتی ایران طبق اون چیزی که از انجمن تهران براشون مقرر شده فقط نوروز جمشیدی رو جشن میگیرند که مطابق هست با اعتدال بهاری یا شروع فصل بهار. شما بدونی در چند روز آینده سال 1383 رو جشن میگیرید در مقابل سال 1392 هجری شمسی. بله، دلیلش هم اینه که اگر 1383 رو از 2013 کم کنید میشه سالی که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به تخت نشست. از نگاه زرتشتی یزدگرد سوم آخرین پادشاه زرتشتیه. این چیزی هست که ما به یاد میاریم. به هر حال زرتشتیان در اصل ایرانی هستند. به این ترتیب ما خودمون رو متصل به زرتشتیان ایران در زمانی میدونیم که ایران تحت سلطه پادشاهان زرتشتی بوده. ولی علاوه بر توضیحاتی که بر مبنای تقویم دادید، ادعای اساس چنین تاریخی رو سال فرار زرتشتیان از ایران و پناه بردنشون به هند میدونن. این درسته؟ البته این دو مسئله خیلی هم به هم مربوط نیستن. بله، این درسته که بیشتر کسانی که نوروز شاهنشاهی رو جشن میگیرند پارسیانی هستند که اکثرشون در هند زندگی میکنند و البته جمعیت پراکنده‌ای در بریتانیا و آمریکای شمالی. اما خب کسانی هم بودند که به هند نرفتند، کسانی که ما بهشون زرتشتیان ایرانی میگیم.
بیشتر اونها نوروز رو بر مبنای اعتدال بهاری و شروع بهار جشن میگیرند. هرچند که پارسیان دو نوروز دارند. هرچی جشن بیشتری داشته باشیم، شادی بیشتری هم داریم که اشکالی هم بهش وارد نیست. تفاوت این دو نوروز در چیه؟ برای نوروز تابستانی و نوروز بهاری چه مراسمی دارید؟ تفاوت زیادی در نوع برگزاری این دو جشن نیست. در حقیقت تکرار یک جشنه. ما در نوروز جشن شکرگزاری داریم که به یشنا یا جشن معروفه و خب برای نوروز جمشیدی که در اول بهاره سفره هفت چین رو داریم که بیشتر به شیوه ایرانی برگزار میشه. اما برای نوروز شاهنشاهی که در بین پارسیان متداوله مراسم ما معمولا شامل عبادت و شادی و دید و بازدید و البته خوردن و آشامیدن. ما در نوروز به سلامتی شاهنشاه می نوشیم. علاوه بر این ما از بودن در بریتانیا هم خیلی خوشحالیم. جایی که سالهاست داریم تحت حمایت صندوق همازوری زرتشتیان زندگی می کنیم. صندوقی که در 1861 تأسیس شد و قدیمی ترین مؤسسه داوطلبانه مذهبی در بریتانیا به حساب میاد. نیاکان من به عنوان رئیس این صندوق و به نمایندگی از جامعه زرتشتی با شاه ایران در دیداری که از بریتانیا داشت ملاقات کردند. و قدیمی ترین مؤسسه داوطلبانه مذهبی در بریتانیا به حساب میاد که ریشه آسیایی داره. البته این مسئله به دلیل ارتباطی که با شرایط زندگی زرتشتی ها در اون زمان داره خیلی مهمه و در ادامه بهش خواهیم پرداخت. ولی پیش از اون اجازه بدین بپرسم که آیا جشن هایی که امروز برگزار میکنید بیشتر جنبه مذهبی داره یا فرهنگی؟ در حقیقت ترکیبی از هر دو جنبه است. برای ما مسئله مذهب و فرهنگ کاملا در هم تنیده است. یشنا یک آیین شکرگزاری به حساب میاد که به دوران باستان برمیگرده، اما در این حال از نگاه فرهنگی با دوره یزدگرد سوم ارتباط پیدا میکنه. به همین دلیلی که ما از یاد نمیبریم که ایران کشوری زرتشتی بوده و همین علت هم هست که ما خودمون رو از نظر قومی ایرانی به حساب میاریم و البته به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم. آیا در ایران قبل از انقلاب نوروز شاهنشاهی جشن گرفته میشد؟ بله مطمئنن، بله قطعا. بعد از انقلاب چطور؟ آیا به زرتشتیان گفته شد که نوروز شاهنشاهی جشن نگیرید یا خودشون به این نتیجه رسیدن که بهتر این کارو نکنن؟ منظورتون در ایرانه؟ بله. نه، در واقع این تغییرات ریشه در دوران سلطنت رضا شاه داره. همونطور که میدونید در دوران رضا شاه بود که نوروز منطبق بر اعتدال بهاری آغاز سال شمسی شد و جامعه زرتشتی ها هم خودش رو پایبند به قوانین کشور مطبوعش میدونه، حتی در ایران. البته باید بگم که برگزاری این جشن خیلی راحته برای ما و هیچ مشکلی درش وجود نداره. در این حال در همون زمان پهلوی زرتشتیان هم نوروز جمشیدی رو که شروع بهار جشن می‌گرفتند و هم نوروز باستانی رو. اما خب با درگذشت رضا شاه شمار کسانی که نوروز کهن رو جشن می‌گیرند کم میشه و جوان‌ترها معمولا نوروز رو با شروع بهار جشن می‌گیرند. و البته ما در بریتانیا هر دو نوروز رو جشن می‌گیریم. سوال من بیشتر اینه که آیا بعد از انقلاب ایران نسل مسن‌تر زرتشتی‌ها که نوروز شاهنشاهی را جشن می‌گرفتند برگزاری این جشن رو ادامه ندادند، یا این به دلیل انقلاب بود، یا مثلا به اونها گفته شده بود که نباید این جشن رو برگزار کنند؟ نه، واقع‌گرایانه بود. واقعیت اینه که ما اقلیت هستیم. اجازه بدید روک بگم، شرایط همیشه برای ما عالی نبوده. به این دلیل میگم واقع‌گرایانه که بعد از انقلاب ایران به جمهوری اسلامی تغییر کرد و دیگه از شاه خبری نبود و ما به نوعی از ارتباطی که با تاریخ شاهنشاهی و تاجگذاری یزدگرد سوم داشتیم دور شدیم. امروز مبدأ تاریخ برای زرتشتیان ایران برمیگرده به زمان زرتشت پیغمبر، چیزی حدود 3700 سال پیش. البته عدد دقیقش رو به یاد نمیارم، اما به این صورت بود که ما خودمون رو با شرایط وفق دادیم. در حقیقت به دلیل نظام سیاسی جمهوری که در ایران هست، در حال حاضر مبنای تاریخ ایران دیگه شاهنشاهی نیست. بپردازیم به جشن ها. به عنوان مثال ایرانی ها به مناسبت نوروز 13 روز جشن میگیرن و روز 13 هم که به 13 به در معروفه میرن پیکنیک. آیا شما به همین شکل نوروز رو جشن میگیرید؟
نه کاملا به اون شکل. ما 10 روز پیش از نوروز رو میگیم ایام فروردگان و اون رو به یادآوری روان درگذشتگان اختصاص میدیم. در ایران 5 روز اول رو پنجه کوچک و 5 روز دوم این 10 روز رو پنجه بزرگ میگن. روز اول بهار هم که نوروزه و 6 روز بعد از اون که به خرداد روز شناخته میشه سال روز تولد زرتشت پیامبر هست که ما بهش میگیم خرداد سال. اما ما بیش از این جشن نمیگیریم به اون صورت که در ایران وجود داره و 13 روز جشن میگیرن. ما بعد از روز ششم به کار و زندگی عادیمون برمیگردیم. شروع سال چطور محاسبه میشه؟ آیا ساعت دقیق تحویل سال دارید مثل اونطوری که در ایران هست؟ نه، ما به اون صورت دقیق حساب نمی کنیم. اون همون محاسبه اعتدال بهاریه. تقویم شاهنشاهی بیشتر یک تقویم مذهبیه. چیزی که از ایران باستان و بیشتر تخت جمشید به دست میاد اعتقاد زرتشتیان به تقارنه. به همین اساس هر سال از 12 ماه تشکیل شده و هر ماه شامل 30 روزه. در انتهای سال پنجه بزرگ رو داریم که هر روز این پنجه بزرگ به یکی از گاتاهای پنجگانه زرتشت اختصاص داره. به همین دلیل به روزهای گاتاها معروفه. پس تقویم شاهنشاهی بیشتر یک تقویم مذهبی به شمار میاد. بذارید برگردیم به وضعیت ایران و اونچه که در طول تاریخ متحمل شدید. ممکنه بگید که زرتشتیان ایران از زمان صفویان به بعد چطور سرکوب می شدند؟ البته زندگی برای ما خیلی بد بوده. مدارکی وجود داره مبنی بر اذیت و آزار زرتشتیان. کلا در ایران برای اقلیت‌ها قوانین خاصی مقرر می‌شده، مخصوصا برای زرتشتی‌ها، به دلیل اینکه اینها اهل کتاب به حساب نمی‌اومدن. به عنوان مثال در ایران در روستاهای یزد و کرمان یک زرتشتی اجازه سوار شدن بر اسب رو نداشته و باید سوار الاغ می‌شده، و اگر یک مسلمان از کنارش رد می‌شده باید از الاغش پیاده می‌شده. این مسائل حتی تا قرن 20 هم وجود داشته. ما اجازه عینک زدن نداشتیم، نمیتونستیم شلوار مناسبی بپا کنیم و حتی مجبور بودیم کفش‌های مندرس پامون کنیم که باعث تحقیرمون بشه. قوانین بسیار بدی برای ما وضع می شده. زمان ناصرالدین شاه، وقتی که شاه برای دیدن بریتانیا به این کشور سفر می کنه، نیای من دادابای نایروجی که یکی از اولین نمایندگان آسیایی پارلمان بوده، به اتفاق سر مانچرجی بانگری، یکی دیگه از نمایندگان پارلمان و پارسی های هند، دادخواستی رو تسلیم شاه می کنند که با لابیگری نمایندگان پارلمان و کمک بریتانیایی ها شاه تا حدی نرم میشه. در سال 1880 نوع مالیات برای ما وضع کرده بودند به اسم جزیه. این جزیه چی بود؟ جزیه مالیات سرانه ای که غیر مسلمان های تحت امر حکومت مسلمان ها باید پرداخت کنند، که این مالیات در شرایط اقتصادی بد زرتشتی های اون زمان به دلیل به حاشیه رونده شدن و پراکنده شدن بسیار فلج کننده بود. در صورتی که نمیتونستی جزیه رو پرداخت کنی باید از دینت برمیگشتی و اسلام می آوردی. مسئله خرد کننده دیگه این بود که خونه یک زرتشتی نمیتونست از خونه یک مسلمان بلندتر باشه. اما سختترین مسئله این بوده که اگر یک عضو از یک خانواده زرتشتی به هر دلیلی مسلمان میشد، مثلا با انتخاب خودش یا به دلیل ازدواج با یک مسلمان، تمام ارث اون خانواده به عضو مسلمان میرسید. البته برخی از این رفتارهای تبعیض‌آمیز در دوره جمهوری اسلامی برگشت. So that was another very crippling thing, and I understand this sort of was brought back, and this continues into a degree in the Islamic Republic of Iran. Okay. There is a sensitive issue We come back to today's. اگه اجازه بدین کمی بعدتر به دوران بعد از انقلاب هم خواهیم پرداخت. ولی اول لطفاً بگید که لابی کردن کسانی که با ناصرالدین شاه ملاقات کردند چه دستاوردهایی داشت. چیزی که از لابی کردن نصیبمون شد این بود که از جزیه‌ای که باید می‌پرداختیم کم کم کاسته شد و در نهایت از بین رفت. در سال‌های 1850 مانگجیلم جی هاتاریا، یکی از برجسته‌ترین پارسیان هند، به ایران اومد و در بوشهر ساکن شد. در نهایت هم کمی بعد از بهتر شدن اوضاع در 1880 در ایران او از دنیا رفت.
زمانی که او وارد ایران شد، جمعیت زرتشتی ها به 7000 نفر کاهش یافته بود. فکرش رو بکنید، چه خدماتی زرتشتی ها برای کشور کردند؟ به نوعی آیین زرتشت یک دین ایرانی به حساب میاد. در این حال در اواسط قرن 19 هم پیروانش به حدود 7000 نفر کاهش پیدا کرده بود. ارباب مانگجی آدم بسیار مطلع و زیرکی بوده و برخلاف من به فارسی تسلط داشت و با تمام آداب و رسوم و تشریفات در ایران اون زمان آشنا بود. او هم به اتفاق آقای رالینیون سفیر بریتانیا در ایران از ناصرالدین شاه دادخواهی میکنه. البته خب ناصرالدین شاه قبلا به بریتانیا سفر کرده بود، با ملکه ویکتوریا دیدار کرده بود و مسلما اونجا به واسطه لابی هایی که انجام شده بود به نوعی تحت فشار بود. البته با وجود همه مشکلاتی که در اون زمان برای زرتشتی ها وجود داشته، ما احترام خاصی برای ناصرالدین شاه قائل بودیم. به هر حال اون پادشاه کشورمون بود، اما در این حال دادخواهی هم می کردیم. پولی که به عنوان جزیه در اون زمان باید پرداخت می شده از طرف پارسیان هند تأمین می شده. برای اونها مدرسه ساخته می شده و آتشکده و دخمه های زرتشتی مرمت می شده. کارهای زیادی که بعد از لابی کردن ها توسط ارباب مانگجی در ایران انجام شد. فکر کنم از اون زمان تا به حال بهترین دوره برای زرتشتی ها زمان پهلوی بوده. In Iran has been during the Pahlavi dynasty. Absolutely. I mean, we make no. دقیقاً. البته با اینکه می‌دونیم در جمهوری اسلامی نگاه خوبی به سلسله پهلوی وجود نداره، ولی اجازه بدید که رک باشیم. برای زرتشتیان ایران دقیقاً از زمان تاجگذاری رضا شاه. بله، ما مدارکی در بریتانیا داریم که رضا شاه قول میده که زرتشتی‌ها مثل هر ایرانی دیگه‌ای در ایران مورد رفتار عادلانه قرار بگیرن. در دوره پهلوی‌ها زرتشتی‌ها نه تنها میتونستن در ارتش ثبت نام کنن، حتی میتونستن به درجه تیمساری برسن. به عنوان نمونه فرهنگ مهر معاون نخست وزیر وقت رو داریم که بعدها رئیس دانشگاه شیراز هم میشه و امروز در بوستون آمریکا زندگی میکنه. در دوران پهلوی ما دوباره تونستیم پیشرفت کنیم. در حقیقت این فرصت به ما داده شد که پیشرفت کنیم و به ایران خدمت کنیم. در دوران پهلوی شما از نظر قانونی و برابری در برخورداری از حقوق شهروندی دستاوردهای زیادی داشتید. ولی برخورد مردم کوچه و بازار چطور؟ مردم یزد و کرمان، کسانی که به نوعی تحت رهبری روحانیان قرار داشتند، آیا رفتار اونها هم در دوران پهلوی تغییر کرد؟ آیا مجتهدها از تحریک کردن مردم علیه زرتشتیان دست برداشتند؟ Well, initially things were difficult, but of course from Tehran. کلاً بعد از ناصرالدین شاه اوضاع شروع کرد به بهتر شدن، ولی بهبودی واقعی در زمان پادشاهی رضا شاه به دست اومد. البته خب همه این چیزها یک شبه اتفاق نیفتاد. اجازه بدید یک مثال روشن براتون بگم. مثلا در دوره بردهداری در آمریکا، به رغم همه مبارزات ضد نژادپرستی لینکلن و اتحادیه ها، هنوز شاهدیم که خیلی از آمریکایی های آفریقایی تبار با مشکل روبرو هستند و نژادپرستی هنوز وجود داره. مشابه این مشکل برای زرتشتیان ایران هم وجود داشته و تبعیض و تعصب علیه اونها به نوعی ادامه پیدا میکنه. خود من در سفرم به ایران شاهد چنین مسائلی بودم، مخصوصا در یزد و روستاهاش. هرچه محیط کوچکتر میشه فشار به اقلیت‌ها هم بیشتر میشه و البته در تهران که یک ابر شهره این مشکل به اون شدت وجود نداره. اگه منصفانه نگاه کنیم وضعیت ما در جمهوری اسلامی به بدی دوران پیش از ناصرالدین شاه نبوده. اونطور که پیشتر رایج بود مورد اذیت و آزار قرار نمیگیریم. هرچند که مسائلی مثل آدم ربایی وجود داشته. ولی حکومت ایران خودش رو نمونه‌ای میدونه که برای اقلیت‌های مذهبی حق قائله و میگه که اونها در مجلس نماینده دارن. شما این رو تصدیق میکنید؟ بگذارید که این شرایط رو با شرایط کسی مثل من در بریتانیا مقایسه کنیم، یا حتی کسی در هند، کشور 1 میلیارد نفری که در میان اونها جمعیت پارسی فقط 70000 نفره. ولی از اون 70000 نفر ما مارشال زرتشتی در ارتش داریم، دریا سالار زرتشتی در نیروی دریایی و بالاترین درجه نظامی در نیروی هوایی رو داریم که همه زرتشتی هن. آیا ما این رو میتونیم در ایران داشته باشیم؟ منصفانه باید بگم نه. و به نظر شما این همه چیز رو میگه؟ بله، بله، نه تنها این که حتی بعد از قوام گرفتن جمهوری اسلامی میبینیم که مسئله مسلمون و غیر مسلمون پیش میاد و تمام پست‌های دولتی از وجود زرتشتی ها به نوعی پاکسازی میشه. به هر حال این راهی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و خب این به خودشون مربوطه.
اما از نگاه یک زرتشتی ما ایرانی هستیم و می‌خوایم در شرایط مساوی به کشورمون کمک کنیم، همونطور که در هند، در بریتانیا، آمریکای شمالی، کانادا، استرالیا، آلمان و فرانسه وجود داره. ولی شما مواردی مثل زندانی شدن و از این دست مسائل که باقی اقلیت‌های مذهبی مثل بهائی‌ها در ایران دارن شما ندارید، درسته؟ بله، خوشبختانه ما به لطف خدا چنین مشکلاتی نداریم، اما هنوز حساسیت‌هایی وجود داره. در این حال ما ایرانی هستیم و نمیشه که مثل یک جاسوس اسرائیلی با همون رفتار بشه یا مثل بهائی‌ها به ما اتهام جاسوسی بچسبونند. اما مواردی وجود داره مثل روبوده شدن یک دختر که بعد مجبور میشه به یک ازدواج اجباری تن بده. نمونه ای که ثبت شده. نمونه های وجود داره که زرتشتیان ایران برای زندگی بهتر به هند رفتن یا به غرب اومدن، که البته ما برای مهاجرت به اونها کمک میکنیم. اما بیشتر این نمونه ها در اوایل عمر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و وضعیت رو به ثبات بیشتریه. باز با یک نگاه منصفانه باید بگم که میدونیم که ایران در شرایط اقتصادی سختیه. اما با این همه شرایط برای زرتشتیان و اقلیت های دیگه نسبت به باقی ایرانیان سخت تره. همونطور که در گزارشتون هم به کنایه گفتید که خیلی دردناکه که این فشارها به زرتشتیان در زادگاه پیغمبرشون زرتشت اتفاق میفته. بله، در این حال میبینیم که در هند که کشور غیر زرتشتیه ما پیشرفت میکنیم. چیزی که واقعا طنز تلخی به حساب میاد اینه که امروزه در هند گروه تاتا که یکی از بزرگترین کارفرماهای بریتانیا هم به حساب میاد متعلق به زرتشتی هاست. حالا تصور کنید اگر ما تمام این حقوق اقتصادی و امتیازها رو در ایران می داشتیم، ایران در چه موقعیتی میتونست قرار بگیره؟ بذارید سوالی در مورد اسمتون بپرسم. مالکم مینو دبو. بجز مینو هیچ کدام از اسمهای دیگه شما ایرانی نیست. چرا؟ بله، مینو از منوچهر میاد. به عنوان مثال من در شهر عدن یمن زاده شدم که مستعمره بریتانیا بود. مالکم اسم یکی از حاکمان بمبئی بوده که خیلی مورد احترام پارسیان بود و اسم من رو به افتخار اون مالکم گذاشتند. همونطور که شما هم ممکنه بدونید، مالکم یک اسم بسیار قدیمی اسکاتلندیه. دبو اسم فامیلی ماست که نسبتاً اخیراً انتخاب شده، زمانی که نیاکان من در هند زندگی می‌کردند. ولی اصلا ما به این صورت شناخته میشیم که مثلا مالکم پسر منوچهر، پسر فیروز و به همین ترتیب تا اسفندیار که یکی از اولین اجداد ماست که در سالهای 1300 در هند زندگی میکرده. بسیار خوب، با توجه به اینکه کسی نمیتونه زرتشتی بشه و جمعیت زرتشتی های جهان هم یک کمی بیشتر از 130 هزار نفره و با توجه به اینکه بیشتر ازدواج های بین دین های دیگه هم با زرتشتی ها صورت میگیره، شما چه آینده ای دارید؟ برای من کاملا روشنه که دیگر ادیان موجود در دنیا میلیون ها پیرو دارن. ولی باید دید آیین زرتشتی چطور شناخته شده؟ چرا زرتشت پیامبر به عنوان یکی از اولین منادیان یکتا پرستی در جهان شناخته میشه؟ زرتشت به جهانیان اعلام کرد که نجات دهنده‌ای خواهد اومد. یه هدایت کننده که ما به اون سوشیانت میگیم. این آیین بعدتر دین رسمی هخامنشیانی شد که بر تمام دنیای شناخته شده در اون زمان حکومت میکردند و امپراتوری ایرانیان رو بنیاد نهادند. بله، ما زیاد بودیم و حالا کم شدیم. اما هنوز هستیم. زمانی که زرتشتیان ایران به هند پناه بردند، پادشاه هند به اونها گفت که کشور ما جایی برای شما نداره و کاسه رو به اونها نشون داد که پر از شیر بود. معبد زرتشتی که اونجا بود کمی شکر در شیر ریخت و گفت که ما هیچ وقت جمعیتمون زیاد نخواهد شد و جای زیادی نمیگیریم، اما مثل این شکر کشور شما رو شیرین میکنیم. امروز می‌بینیم که پارسیان هند این کشور رو شیرین کردند. در ایران هنوز زرتشتی ها باعث خیر و خدمتن، همینطور هم در بریتانیا. اما در این حال قبول دارم که قرن بیستم چالش های جدیدی رو روبروی ما قرار داده. خیلی از زرتشتی ها با غیر زرتشتی ها ازدواج میکنند. همزمان کسانی هم هستند که به انتخاب خودشون زرتشتی میشن. ما اونها رو تشویق به این کار نمی کنیم، اما اگه کسی بخواد در مورد آیین زرتشتی مطالعه کنه، ما با کمال میل کمکشون میکنیم.
ولی اعضای صندوق همازوری زرتشتیان اروپا فقط کسانی هستند که زرتشتی به دنیا آمده باشند. Its members are only those persons who are born into the Zartushti faith as such. Right. And the last question. سوال آخر هم در مورد همین صندوق همازوری زرتشتیان اروپا که شما رئیسش هستید. دقیقاً چه کار می‌کنید؟ What exactly you do? Well, we are here to serve the Zartushti community. کار ما خدمت به جامعه زرتشتیان اروپا و مخصوصاً بریتانیا است. به خصوص که بریتانیا رابطه خوبی با هند داشت که بزرگترین جامعه زرتشتیان اروپا در اونجا وجود داشت. بیشتر زرتشتیان امروز انگلیسی زبانند. دلیل دیگه این که در هند بریتانیایی ها برخلاف دیگر اروپایی ها مثل پرتغالی ها کسی رو وادار به تغییر دین نکردند. به همین دلیل رابطه ما با بریتانیا همیشه در سطح مطلوبه. از خدمات ما به جامعه اینه که ما قبرستان مخصوص زرتشتی ها رو داریم. مرکز خاص خودمون رو داریم که نوروز و دیگر جشن ها رو اونجا برگزار میکنیم. دوره های آموزشی داریم، به جوانای زرتشتی کمک میکنیم، به اونها کمک میکنیم که از نگاه دین خودشون درک بهتری از دنیا داشته باشند. اونها رو تشویق میکنیم که با همکیشان خودشون ازدواج کنند و بچه های بیشتری داشته باشند. این چیزیه که ما میخوایم. ولی در نهایت میدونیم که جامعه کوچکی هستیم. به کودکانمون میآموزیم که باید به ریشه هاشون افتخار کنن، همونطور که به بریتانیایی بودنشون افتخار کنن. ما در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن کرسی مخصوص مطالعات زرتشتی داریم و مکتب زرتشت رو درس میدیم. اوایل پاییز امسال برای اولین بار نمایشگاهی درباره دین زرتشت خواهیم داشت. میبینید که کارهای متفاوتی انجام میدیم. کار دیگه‌ای که میکنیم رابطه با شوراهای محلی و تعامل با اونهاست و در نهایت در تعامل با دیگر ادیان از جمله اسلام تلاش داریم ساختار مذهبی بریتانیا رو بهبود بدیم. Right. مایکل مینو دیو، خیلی متشکرم که مهمان من بودید. متشکرم. Thank you for inviting. Thank you.